پیش از آغاز موج پنجم کرونا در ایران، داروخانه‌های غیر بیمارستانی فقط داروهای سرپایی بیماران کرونایی مانند فاویپیراویر را توزیع می‌کردند. اما با نزدیک شدن به این پیک، ضرورت کمک داروخانه‌های دولتی به بیمارستان‌ها احساس شد. چون بیمارستان‌ها دیگر فضایی برای پذیرش بیماران بیشتر نداشتند و بخش زیادی از آنها باید به صورت سرپایی درمان می‌شدند. به همین دلیل این داروها توسط سازمان غذا و دارو بین داروخانه‌های دولتی هم توزیع شد و حجم مراجعات به شدت افزایش پیدا کرد. با افزایش حجم مراجعات، تقاضای فزاینده‌ای در بازار داروهای کرونا ایجاد شد. طبق آمار سازمان غذا و دارو، مصرف رمدسیویر ظرف 2 هفته 8 برابر افزایش پیدا کرد و کمبودهایی در این زمینه ایجاد شد. در این شرایط داروخانه‌های مرجع بخش تازه‌ای را راه اندازی کردند تا صف‌های طولانی خرید دارو کوتاه شود. مانند داروخانه هلال احمر که از اواخر خرداد بخش فوق تخصصی خود را به توزیع داروی بیماران کرونایی اختصاص داد و داروخانه 29 فروردین که به تازگی این بخش را راه اندازی کرده است. بعد از شیوع ویروس منحوس کرونا به علت استفاده بیشتر مردم از وسایل بهداشتی و همچنین داروهای مربوط به درمان بیماری کرونا، ازدحام در داروخانه بسیار زیاد شد، خصوصا در پیک پنجم و به علت موجود بودن داروهای درمان کرونا در داروخانه 29 فروردین. این بار منجر به افزایش ازدحام در داروخانه گردید. البته ما در داروخانه قبلی چون 3 بخش بیمارستانی فوق تخصصی 1 فوق تخصصی 2 داشتیم، فوق تخصصی 1 و 2 رو ادغام کردیم در طبقه پایین و فقط در طبقه پایین بیماران شبانه روزی و تخصصی اون پذیرش می‌شد و در طبقه بالا بیماران کرونایی رو پذیرش می‌کردیم. خب حتما از طریق رسانه‌ها صف‌های طولانی داروی رمدسیویر رو مشاهده کردید که انشاءالله با تدبیر سازمان غذا و دارو مردم به داروخانه‌های دیگه هدایت می‌شن و از بار این صف‌ها کمتر میشه. ولیکن داروخانه 29 فروردین ملت مرجع بودن و اعتماد مردمی که در و جایگاهی که در بین مردم داره همیشه ازدحام جمعیت در این داروخانه وجود داره. بنابراین ما سعی کردیم که 1 بخش دارویی کرونا رو به صورت موقت راه اندازی کنیم که بیماران آسوده خاطر و در رعایت پروتکل بهداشتی برای تهیه دارو اقدام کنن. در این پیک پنجم که شاید شدیدترین پیکی بود که بنده خودم به شخص تجربه کردم، روزانه تا به حدود 1200 نفر مراجعه کننده جهت در تهیه داروهای کرونایی، حالا به صورت پراکنده داروی اکتمبرا، داروی فاویپیراویر، داروی رمدسیویر مراجعه میکردن. در رابطه با موجودی دارو ما رمدسیویر و سایر داروها رو که در نسخ کرونا نوشته میشه همه رو موجود داریم در داروخانه. بعضی از داروها به علت سیاست‌های سازمان غذا و دارو در توزیع به هر حال برای تا رسیدن از شرکت‌های پخش به داروخانه ممکنه یه مدت زمانی رو ببره که این مدت زمان منجر به این میشه که بیمار در داروخانه ها ممکنه خدای نکرده معطل بشه، که ما ان شاءالله با راهنمایی‌هایی که به بیماران می‌دیم و آدرس داروخانه‌های مرجعی که به بیماران می‌دیم سعی می‌کنیم که از سردرگمی مردم کم کنیم. والا دیشب مراجعه کردیم به بیمارستان، بعد یه سرپایی مامان درمان شد، گفتن که کرونا داره، بعد ما رو راهنمایی کردن که گفتن که بره خونه و داروشو از داروخانه‌ای که تعیین کردن مثل همینجا 29 فروردین بیایم تهیه کنیم. اینجا هم خیلی راحت ما رو راهنمایی کردن و اومدیم دیگه، مشکلی نداشت. من راستش از کرج میام، بعد داروی فاویپیراویر برام نوشته دکتر برای تقریبا 4 نفر از اعضای خانواده‌ام. متأسفانه هیچ کدوم از داروخانه‌های کرج نداشت، من مجبور شدم بیام تهران. از صبح زودم اومدم تهران، هم ما خیلی جا زنگ زدیم، سامانه 190 وزارت بهداشت هم زنگ زدیم، متأسفانه جوابگو نیستن، خیلی به سختی میشه نوبت گرفت. ولی خوشبختانه تو داروخانه 29 فروردین ما جواب گرفتیم، داروخانه های دیگه هم رفتیم متأسفانه نداشت، هیچ کدوم نداشتن، یا گاهی اوقات خودشون پیشنهاد حالا مثلا به قول معروف داروی 150 تومانی رو میگفتن که 3 میلیون 4 میلیون خب یه خورده جالب نیست، درست نیست. بعد به خاطر همین دیگه ما اومدیم اینجا، خدا رو شکر خوب بوده، تا الان همه چی خوب بوده. تو این داروخانه با توجه به فرآیندهای کنترلی که در واقع اجرا کردیم،
تمام تلاشمون رو کردیم که دارو فقط به دست بیماران واقعی برسه و ما از اصالت نسخه‌ای که در واقع به ما داده میشه بتونیم اطمینان پیدا بکنیم، که از این طریق بتوانیم در واقع اطمینان حاصل بکنیم که دارو به بازرسی‌ها نشت پیدا نخواهد کرد. سعی شد که از طریق هماهنگی‌های با سازمان غذا و دارو، هماهنگی بیشتری که با شرکت‌های پخش دارو ایجاد می‌کنیم، این وقفه‌ها رو در واقع کمتر و کمتر بکنیم و تا حد تر امکان اونا رو از بین ببریم. ولی با توجه به اینکه مصرف این داروها به خصوص رمدسیویر و همچنین اکتمرا به ناگهان چندین برابر افزایش پیدا کرد، قطعاً میشه گفت که بسیاری از این کمبودها علارغم مقطعی بودن و کوتاه مدت بودن یا حتی چند ساعته بودن اجتناب ناپذیر بود. علارغم همه کمبودهایی که وجود داشت و پیش آمد، ما تقریبا میتونم بگم هیچگاه با کمبود سرم مواجه نشدیم، چون سعی کردیم مدیریتش بکنیم. با داروی رمدسیویر تقریبا توی دو ماه گذشته من قطع به یقین میگم که شاید برای یکی دو ساعت اونم یک بار، وگرنه هیچ گونه کمبودی ما نداشتیم و همیشه سعی کردیم که یک دپوی یک ذخیره مناسبی رو هم داشته باشیم. در مورد داروی اکتمرا این رو باید عرض بکنم، داروی اکتمرا یک دارویی هست که در بیماران بستری در بیمارستان و اون هم در فاز حاد بالینی فقط استفاده میشه. به تبع تعداد بیماران بستری خیلی زیاد شده، به تبع بیماران نیازمند اکتمرا هم زیاد میشن، ولی توان تولید شاید نتونه اون کشش لازم رو داشته باشه برای پاسخ دادن به اون همه تقاضا. بنابراین این باید بهتر مدیریت بشه و تا زمانی که ما فرایند کنترلی و پروسه‌های در واقع درمانی رو به صورت گایدلاین ابلاغ نکنیم، که اون هم همه پزشکان ما بدانند که در شرایط خاص با این شرایط بیمار کاندید دریافت اکتمرا هستش، ما دچار این کمبودها خواهیم بود. سازمان غذا و دارو سعی کرده که این رو به این گونه مدیریت بکنه که بیشتر سهمیه رو به سمت بیمارستان ها ارجاع بده و اون سهمیه سربار رو به سمت داروخانه‌های دولتی، که بیماران تا حد امکان در واقع در خود بیمارستان داروشون تامین بشه. ما هم به عنوان در واقع داروخانه معین در کنار بیمارستان ها حاضریم و به بیمارانی که خدماتشون رو نتونستن دریافت بکنن خدمت میدیم و به صورت روزانه یک سهمیه‌ای رو به ما در واقع تخصیص میدن. الان که ما فعلا یه مقداری دچار کمبود هستیم، این رو ما روزانه توزیع میکنیم و ممکنه در ساعاتی از روز هم دارو رو تموم بکنیم، ولی قطعا داروخانه دیگه هم هستن که میتونن این دارو رو توزیع بکنن. سهمیه ما خب قبلا مثلا بیشتر به صورت هفتگی معمولا ما سهمیه میگرفتیم، الان با توجه به هماهنگی هایی که به وجود اومده و این افزایش ارتباطات باعث شده که ما الان میتونیم در واقع بیشتر روزانه سهمیه میگیریم.